ཚཚཚན <im> ཚརྭྟ بر سر آنم گرزه دست براید دست به کاری زنم که قصه سراید خلوت دل نیست جای صحبت از داد دیو چو بیرون رود فرشته براید عرض سلام و و احترام خدمت شما شاگردای عزیز سنف نهم و مکتب آهادی برنامه خودتان خوش آمدید عزیزان دلبند به جلسه 16 رسیدیم عنوان درس امروز ما ازرار دخانیات است در مورد زیانهای دخانیات میخواهیم صحبت کنیم عزیزان قند در ادامه بس ما و شما در حوزه دستور زبان با یک مفهومی تحت عنوان جمله مکمل در واقع بس میکنیم و بررسی میکنیم عزیزان قند در فضای مجازی کانال ارتباطی خودتان را دنبال کنید دو و 780 255 4013 عزیزان جان به جلسه جدید خوش آمدید خب شاگردای عزیز قبل از اینکه وارد درس نو شویم کار خانگی جلسه قبل را با هم مرور میکنیم برای نقش های دستوری مفعول منادا و قید زمان مثال بزنید و جایگاه آنها را در جمله مشخص کنید خاطر دوستان اگر باشد در جلسه قبل در مورد اجزای جمله و جایگاه آنها نظم و ترتیب آنها صحبت کردیم حالا شما خواستیم که در حوزه سه نقش سه نقش چه نقش هایی؟ یک مفعول دو منادا و سه قید زمان یک مثال بزنید جایگاه ای کلمات را در ساختار جمله مشخص کنید خب ابتدا برای مفعول یک مثال بزنید دوستان میگوییم که مفعول خب اگر یک مثال بزنیم مانند ای که میگوییم نادیه سیب را خورد نگاه کنید دو سان نادیه سیب را خورد کدام کلمه در ساختار جمله ما نقش مفعولی داره آفرین سیب می شود مفعول ما چرا چون گفته مفعول کلمه ای است که در واقع در جواب دو سوال می آید چه کسی را چه چیزی را خب حالا چه کسی را که نداریم در این جمله ما چه چیزی را داریم میگوییم نادیه چه چیزی را خورد چه چیزی را خورد سیب را خورد پس سیب میشود نقشش مفعول خب حالا در چه جایگاهی گفتیم که مفعول اینجاست خب در چه جایی ترتیبش کجاست در ساختار جمله میگوی مفعول همیشه بعد از چی میآید دوستان نگاه کنید مفعول بعد از نهاد میآید این کلمه نهاد ماست و در واقع قبل از چی میآید قبل از فعل میآید یعنی فعل ماست پس همیشه مفعول فی ما بین چی می آید؟ در بین نهاد و فعل قرار میگیرد. خب گفتیم نقش بعدی مناداست منادا یک جمله بگوییم مثلا از کتاب مناجات نامه خواج عبدالله انصاری خدایا عبدالله عمر بکاست ولی عذر نخواست الهی یا خدایا عبدالله عمر بکاس ولی عذر نخواست یعنی خدایا خواجه عبدالله پیر شد ولی هنوز که هنوز است توبه نکرده است توبهش را بپذیر خب کدام کلمه مناداست؟ احسن خدایا می شود نقشش منادا خب این کلمه که منادا هست در ساختار جمله در کجا قرار گرفته اگر کلمه عبدالله را ما نهاد بگیریم دوستان میگوییم که در واقع منادا همیشه قبل از نهاد در جمله می آید جایگاه نهاد در جمله چیست قبل از نهاد است معمولا میگویم در ساختار جمله همیشه نهاد ابتدای جمله است ولی کلمه میتواند قبل از نهاد هم در ساختار جمله بیاید و او کلمه کسی نیست و چیزی نیست جز در واقع منادا خب آخرین نقش دستوری ما قید زمان است دوستان قید زمان گفتیم که کلمه ق... ق... قید چیه؟ کلمه قید کلمه است که برای توضیح بیشتر یک اسم در ساختار یک جمله می آید یا برای توضیح بیشتر یک جمله هستن ذکر می شود قابلیت هست دارد اگر او را هست کنی ساختار جمله به هم نمی رزد. از هم نمی پاشد حالا نگاه می کنیم چی ماننده چی دوستان؟ می که امسال هوا گرم بود خب کدام کلمه قید دوستان امسال امسال می قید خب هوا نقشه چیه نهاد نگاه کنید پس در ساختار جمله قید نیز مانند منادا چیکار کرده مانند منادا قبل از نهاد ذکر شده البته البته دوستان می تواند کلمه قید بعد از نهاد هم بیاید پس این قابلیت رو دارد که هم قبل از نهاد بیاد هم بعد از نهاد مانند چی مانند همین جمله را مثلا تغییر دهیم چی می میگویم که هوا امسال گرم بود نگاه کنید دوستان حالی نگاه کنید نهاد اینجا آمده و امثال که قید ماست اینجا آمده قید چی البته؟ قید زمان دیگه نه هر قیدی پس این تفاوت قید زمان با مناداست که قید زمان میتواند هم قبل از نهاد هم بعد از نهاد بیاید ولی منادا فقط و فقط قبل از نهاد ذکر می شود. خب شاید عزیز وارد بخش اول درس شانزه ها خوش شویم درس امروز ما در مورد ضررها و زیانهای مواد مخدر و به طور خیلی عامتر دخانیات است خب اولا به این وارد تعریف خود واژه شویم و نگاه کنیم که کلمه ای که تحت عنوان دخانیات از او یاد می شود به لحاظ لغوی و اصطلاحی چه معنایی دارد دخانیات کلمه عربی است و جمع کلمه دخانی است دوستان پس یک کلمه عربی است و از زبان عربی وارد زبان دری ما شده است در لغت چه معناست در لغت دودی است که از سوختن و آتش گرفتن مواد به هوا بلند می شود پس او دودی که از نتیجه چه دوستان آتش گرفتن و سوختن یک سری موادی به هوا بلند می شود او را ما در لغت چه میگوییم دوخانیات میگویم. خب در اصلاح چیز در اصلاح چیزی که فی ما بین مردم مشهور است موادی است که انسان ها ظاهرا به منظور کسب لذت یا ایجاد نوعی دگرگونی جسمی و روانی آن را سوزانده دود آن را استنشاق میکند یعنی در واقع می میکند وارد بدن میکند احساس میکنند که وقتی دخانیات را میکشن وقتی دخانیات را استعمال میکنند مصرف میکنند یک احساس شعف یک احساس آرامش یک احساس در واقع راحتی به اونها میدهد و این حس هم به لحاظ جسمی اتفاق میافتد و هم به لحاظ روانی اگرچه در واقع تاریخ نشان داده تجربه نشان داده تحقیق نشان داده که خلاف یه امر صادق است خب ما که دوخانیات برای شما تعریف کردیم دوستان حالی نگاه کنیم که موارد دخانیات چیست چی چیزهایی را ما تحت عنوان دخانیات از او یاد میکنیم خب چیزهایی که مشهور هستند در اطراف ما در کنارهای ما در محافل در مجالس در اماکن عمومی میبینیم مردم استعمال میکنه استفاده میکنه این موارد دخانیات است یک سیگرت سیگرت اولین دخانیاتی است که ما میبینیم بسیاری از مردم ما در حوزه کشور عزیزمون افغانستان او را استعمال میکنه چلم چلم یک نوع ماده دخانی است که در واقع از قدیم مورد استفاده بسیاری از مردم قرار گرفته بسیاری از پیر مردها پیر در در ما در قدیم از او استفاده میکرده نسوار که شاید بگوییم یک محصول در واقع تولید ملی ماست که بسیاری از مردم ما در واقع نسوار را و اسم کشور افغانستان را به این نام به نام این محصول میشناسند استعمال و استفاده میکنند که در زمره مواد مخدر است تنباکو تنباکو یکی دیگر از مواد مخدر بسیار مشهور است که در حوزه دخانیان او را میشناسیم چرس نیز همان گونه است دوستان هیروئین و تریاک نیست در زمره مواد دخانی است البته البته یک نکته دوستان چرس هیروئین و تریاک موادی هستند که علاوه بری که این را تحت عنوان انواع دخانی از یاد می شود مواد مخدر نیست می گوین. چرا چون اعتیاد است وقتی او را فرد می به او معتاد می شود تریاک هیروئین و چرس این قابلیت را به شدت دارا هستن خب یکی از موادی که در داخل در واقع مواد دخانیات قرار داده شده تعبیه شده دوستان نیکوتین است حالی در مورد نیکوتین با هم بحث میکنیم و ببینیم که اصلا نیکوتین چیست کاشف تنباکو کریسوف کلوم بود این فرد را کاشف چی میدانند دوستان کاشف تنباکو اگرچه شهرت کریستوف گولوم که یک دریا نورد ایتالیایی میباشد بیشتر به سبب چیز به سبب ایست که ایشان را کاشف قاره آمریکا میدانند در قرنهای در واقع 11 ایشان می آید و به دستور پادشاه اسپانیا که در واقع راه دنبال راه دریایی است که یک راه نزدیک برای تجارت با کشور هندوستان پیدا کند اشان از راه دریای حرکت میکنند و در دریا گم میشود. گم میشود روزها و روزها و ماها و ماها طول میکشد، تا سر از یک سرزمین جدید پیدا می کند در ابتدا که رسوف وقتی وارد سرزمین جدید می شد فکر می کند که کشور هندوستان است این شبه قاره هند است ولی وقتی وارد می شود با یک سری از افراد بومی برخورد می کند و متوجه می شود که قاره جدید است که در واقع بعدها به نام یک فردی به نام امریکو اسپوچی این قاره نامگذاری می شود و می قاره امریکا بومیان سرخپوست قاره امریکا تنباکو را به کسرت کشت و استعمال میکردن کریستف کلوم وارد قاره امریکا که میشود در ابتدا میبیند که بومیان ساکن و بومیان قدیمی که دهی سرزمین حاکم هستند یک محصولی را کشت می کنند بسیار بسیار زمین های زرایی هستند که تحت کشت این محصول قرار گرفتن نگاه می کنن نام این محصول می شود چی؟ تنباکو که مردم او را کشت می کنن و بعدها او را استفاده می کردن. آشنای اروپاییان با تنباکو پس از ورود کشتی فرانسوی نیکوت به کشور فرانسه پس نگاه کنید یک کشتی می آید. وارد قاره آمریکا می شود این محصول را از بومیان او کشور او قاره خریداری می کند و به سمت فرانسه در سال 1559 59 می برد میلادی و نام او محصول را چون ابتدا نمی انسان چه نامی بگذارند از نام او در واقع کشتی که این محصول را به فرانسه آورده گرفته شده از او کشتی که به نام نیکوت بود خب حالی نیکوتین چیست؟ نیکوتین ماده مخدری که به طور طبیعی در تنباکو موجود است و دیگر دخانیات وجود دارد و انسان را از لحاظ جسمی و روحی وابسته می‌کند و بیشترین ضرر را دارد پس نگاه کنید دوستان فیما بین انواع مواد در واقع دخانی که برای شما ذکر کردیم البته چرس و هیروئین و تریاک رو کنار بگذارید که اینا مواد مخدر به شدت به شدت ضررشان از ما بیشتر است و اعتیادآور آور هم هست نگاه میکنیم تنباکو تنباکو یک ماده بسیار بسیار ضرر آفرین است که در بسیاری از موادی که در واقع تنباکو ما میگوییم یک ماده دیگری به نام نیکوتین دارد که ضرر جسمی دارد و ضرر روحی خب شاگردای عزیز وقتی ما در مورد ازرار دخانیات گفتیم حالا نگاه میکنیم که بالای سلامت جسم انسان سلامت روان انسان تاثیراتی میتواند داشته باشه که تاثیرات بسیار منفی است مثبت نیست خب حالا نگاه میکنیم بلاخاز سهی تاثیرات دخانیات بالای جسم و جان انسان چه میباشد تحقیقات علمی ثابت کرده بیشترین حالت سرطانی در میان استعمال کنندگان دخانیات است پس بیشتر افرادی که دارای سرطان هستند سرطان میری سرطان معده سرطان مغز کسانی هستند که در واقع افرادی هستند که دخانیات را به شدت استعمال میکنند سرطان سرطان شش در میان مردان بیشتر از زنان مشاهده شده سرطان شوش که در واقع یک نوع سرطان تنفسی است در بین مردان بیشتر از زنان است چرا چون بیشتر کسانی که مواد دخانیات استفاده میکنند مردان هستند در برابر زنان استعمال نسوار و سیکرت علاوه بر سرطان شش موجب سرطان لب گلو و حنجره نیز میشود که این بسیار بسیار مهم است که میدانی که امروزه یکی از بیماری هایی که به ندرت خوب میشود به ندرت درمان میشود سرطان و انواع مختلف آن است که مواد دخانیات از جمله چیزهایی هستند که در بروز سرطان در انسان نقش بسیار مهمی دارند خب دخانیات و قلب یکی از اجزای بدن که نقش حیاتی دارد نقش بسیار مهمی دارد خون را و نقاط مختلف بدن انسان منتقل میکند قلب ما انسان هاست حالی قلب و دخانیات در واقع چه رابطه ای فی ما بینشان برقرار است اگر انسان هایی که در واقع دخانیات مصرف میکند یا آثار بالای قلب او اتفاق میافتد تخریب انصاح قلب و سیستم دوران خون این اولین اثری است که دخانیات بر قلب میگذارد و دستگاه هایی که باعث انتقال خون پمپاژ خون به نقاط مختلف بدن می را دچار نارسایی می سرعت ناگهانی و شدید قلب که برای سلامتی به شدت مضر است که یک بار با شدت و حدت خون پمپاش شود حرکت کند به نقاط مختلف بدن در واقع حمله کند این بسیار خطرناک است چی می شود؟ سکته قلبی و مغزی را پمپاژش شدید خون در پی دارد. سکته قلبی و مغزی در معتادان پنج برابر دیگران است انسان هایی که سالم هستند مواد مخدر، مواد دخانی استفاده نمی کنند. کسانی هستند که کمتر به سرطان مغز و این نوع در واقع است اتفاق میافته برایش سکته قلبی برای افراد کمتر پیش میاد و پنج برابر ای در مابین انسان های متاد نسبت به مابقی افراد در واقع در حوزه آمار شواهد نشان میدهد دخانیات و جهاز حازمه سرطان در جهاز حازمه تحت تاثیر سیگرت و نسوار یک از این موارد است از کار افتادن قده های لعابیه و قشر دفاعی دهان و زبان میدانید آب دهانی که در دهان شماست بزاق دهانی که در دهان شما هست یک ماده است که در زمینی که موجب خنک شدن موجب تر شدن دهان شما میشود یک ماده ضد عفونی است که انواع میکروب هایی که وارد بدن شما میشود را از بین میبرد ولی زمانی که شما مواد دخانی مواد مخدر استفاده میکنید استعمال میکنید خاصیت ضد عفونی لعاب دهان از بین میرود و این بسیار خطرناک است بالای سلامتی و صحت شما 80 فیصد معتادان دچار سرطان مری هستند یکی از چیزهایی که تحقیقات علمی امروزه نشان داده است است که سرطان مری در مابین انسانهایی که اعتیاد دارند به مواد مخدر به دخانیات کسانی هستند که نسبت به افراد سالم 80 فیصد به مراتب بیشتر هستند ازیاد تیزاب مده و دچار شدن به سرطان معده یک نکته ای که خاطر شما بگم دوستان چند وقت قبل در جایی خوانده بودم خیلی نظر ما را جلب کرد این بود که اسید معده در واقع یا تیزاب معده نقش بسیار مهم دارد شدیدترین سختترین و در واقع تیزترین تیزاب در ما بین انواع اسیدها اسید معده انسان است به طوری که یه اسید اگر بالای یک تیغ ریشتراشی یا سرتراشی بریزد او را زوب میکند او را از بین میبرد نگاه کنه حال اگر انسان در واقع چی باشد مواد مخدر استعمال کند دوخانیات استعمال کند یه افراد کسانی هستند که چی میشود کسانی هستند که تیزاب معده او بیشتر میشود و باعث میشود که بالای دستگاه گوارش انسان و بالای جهاز حازمه انسان بسیار بسیار اثرگذار شود و منجر به سرطان معده گردد دوخانیات و جهاز تنفسی حال دوخانیات بالای صحت تنفسی انسان چه اثری میتواند داشته باشد یکی دو سال میتوانی بگیم که زخیم شدن پرده بینی پرده های بینی انسان زمانی که شما سیگرت استعمال میکنید نسوار استعمال میکنید چلم میکشید در واقع غلیان میکشید این باعث میشد که پرده های بینی شما کلوف شود زمخت شود انصداد لوله های تنفسی لوله های تنفسی انسان به مرور زمان مسدود میگردد و بند می شود اتحاب کیسه های هوای شوش انسان که یک نوع دستگاه تنفسی در داخل بدن انسان است که ملتهب می شود متورم می شود و داغ می کند و در نهایت همه این موارد می تواند در شدیدترین نوع خود باعث پیدایش سرطان حنجره در انسان ها گردد خب شاگرد های عزیز وارد بخش دوم شویم قواعد دستوری در حوزه قواعد دستوری به یک جمله امروز میپردازیم تحت عنوان جمله مکمل جمله مکمل چیست جمله است که کامل کننده جمله ناقص باشد پس در ساختار جمله ما یک جمله مکمل داریم یک جمله ناقص داریم جمله مکمل جمله است که کامل میکند معنا و مفهوم جمله ناقص را چطور مثال میزنیم اگر او آمد من میروم نگاه کنید دوستان اگر او آمد اینجا میشود یک جمله ناقص اگر او آمد وقتی شما این جمله را بیان میکنید طرف که مخاطب شما باشد اقنا نمیشود یک معنای کاملی که هدف جمله باشد را درک نمی کند نیاز به چیست؟ نیاز به ایست که شما ادامه بدهید جمله را جمله ناقص خود را باید کامل کنید کامل کننده این جمله ناقص چیست؟ جمله مکمل چه میگوید؟ میگوید اگر او آمد من میروم من میروم شود جمله مکمل تا او را صدا کردم این می شود جمله ناقص شما از اینجا فرار کرد این می شود جمله مکمل جمله مکمل پس چی شد دو سال مکمل جمله است که تکمیل کننده کامل کننده جمله ناقص است اگر چه دو سال به این نوع جمله جمله شرطی نیست میگویند در ساختار زبان عربی چون جملاتی که ما میگوییم جمله ناقص و جمله کامل از زبان عربی وارد زبان دری شده در جمله در, در زبان عربی ما میگوییم که یک جمله داریم که این جمله در واقع از دو جز تشکیل شده جز اول را میگوییم فعل شد جز دوم را میگوییم جواب شد که در واقع یک جمله شرطی است یک جمله ای که از دو جز تشکیل شده میگوییم مثلا اگر اگر حسن بیاید من خواهم رفت یعنی این میشه شرط اگر وقتی میگوی یعنی شرط تا وقتی میگوی یعنی شرط این جمله جمله های شرطی هستم حالی در زبان دری را به یک نوع دیگری بیان میکنیم میگوییم که جمله ناقصه و جمله مکمل جمله اول قسمت اول مانند همون فعل شرط در زبان عربی است که میگوییم اگر او آمد فعل شرط ما میشد. خب که میگوییم نامش میشه جمله ناقص و اگر ادامه میدهیم من میروم میشه جزای شرط یا همون چی؟ یا همون جمله مکمل ما خب کار خانگی جلسه بعد شما برای جمله مکمل دو مثال بزنید جمله مکمل رو در نظر بگیرید دوستان قسمت ناقص قسمت کامل حال از شما میخواییم که دو جمله مثال بزنید اجزایش رو مشخص کنید بخش ناقص بخش مکملش رو برای ما توضیح دهید و در واقع مشخص نمایید خب شاگردای عزیز در پایان جلسه امروز رسیدیم جلسه 16 در همین لحظه خاتمه پیدا کرد امیدوارم که درس امروز برای شما دلچسب باشد مطالب امروز را خوب درک کرده باشید با ازرار و زیانهای دخانیات آشنا شده باشید جمله مکمل را خوب فهم کرده باشید و دوستان عزیز در فضای مجازی کانال ارتباطی ما را دنبال کنید آماده دریافت نظر و پیشنهادات شما هستیم نظراتتون را برای ما روان سازید در سامانه ارتباطی ما با شماره و نمبر 2964-780-255-4013 عزیزان جان خسته نباشید، مانده نباشید، خداوند یار و نگهدارتان